خب سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدیو دیگه بر ساز جذاب گیتار. امروز میخواییم در مورد آکوردهای باره با هاتون صحبت بکنم. آکورد باره چه آکوردیه بچه ها؟ وقتی که شما میخواییم رنج صداییتون رو توی آکوردا بیشتر بکنید، یا راحت‌تر بگم آکوردگیریتون رو محدودش و وسیع‌تر بکنید که فقط دیگه منوط به مثلا آکوردهای سر دسته نشین، یه جورای احتیاج دارید به آکوردهای باره. آکورد باره چی کار میکنه؟ همین قسمتی که اینجا از گیتار شما میبینید و با این انگشت ما انجام میدیم. یعنی چی؟ مثلا میخوایم یه کاری بکنیم که این انگشتمون چند تا سیم رو با هم بگیره و بعد انگشت‌های مابقیمون یه سری سیمای دیگه و مثلا یه همچین آکوردی تشکیل بشه. حالا برای تشکیل این آکورد که بهش میگیم آکوردهای باره دار، چه کار باید بکنیم که این انگشتمون خوب بمونه تا صدای خوبی بده؟ چون خیلی تاثیرگذاره این فرم درست صحیح دست چپ. یکی از مسائلی که باعث میشه شما راحت تر بتونید باره رو بگیرید، وقتی که دارین گیتار رو با انگشتاتون میگیرید، اول که شستتون خیلی مهمه که در جای درست خودش قرار بگیره و جوری باشه که همون فرم صحیح دست چپ که قبلا هم گفتیم، این قسمت کف دست یا مچ دست دقیقا زیر گیتار قرار بگیره و این قسمت آرنج نزدیکتر باشه به بدنتون. اینجوری خیلی راحت‌تر با قدرت بیشتری میتونید این آکوردها رو بگیرید. البته که اگر درست بگیرید اصلا نیازی به آنچنان زور و بازویی نداره و انگشت اشارتون باید کاملا صاف باشه، چون اگر که کمی خمیده باشه این بند وسط انگشت سیم‌های 3 و 4 و اینا رو نمیتونه بگیره، به خاطر همون صدای گز میده همیشه. خب میخوایم بریم سراغ باره گرفتن. اولین چیزی که باید بدونید اینه که ببینید برای باره گرفتن بهتره که از این قسمت انگشتتون استفاده بکنید نه از وسطش، چون اینجا خیلی نرمتره و سیما رو راحت نمیتونه نگه داره. باید انگشتتون رو، اینو دقت کنید، این اصل باره گرفتن، یعنی برای شما که بخواید راحت تر باره بگیرید اینه. انگشتتون اول میذارید روی فرت، یعنی خود فرت، حالا فرق نمیکنه کدوم فرت باشه. البته آکوردای فا ماژور یا این آکوردای سردسته رو بهتره که اوایل تمرین نکنید، یعنی هیچ قانونی وجود نداره، ولی بهتر که تمرین نکنید. چرا؟ چون اینجا اگه دقت کنید فرت ها کمی بازترن نسبت به اینجا. شما باید بیان این اواسط دسته و اینجا بتونید باره رو بگیرین که راحت تر بتونه صدا بده بهتون. همونطور که گفتیم بهتره که با این اواسط باره رو تمرین کنید. ببین انگشتتون رو میذارید روی باره، روی خود فرت، و کمی مایل میکنید به سمت چپ. با این حالت فرض کنید این میله فلزی هست که توی گیتاره و شما انگشتتون رو روش گذاشتین و کمی مایلش میکنید به این سمت. این باعث میشه که سیما میافتن روی این فرت و از روی این میله فلزی کمی عقبتر قرار بگیره و این باعث میشه که شما به سمت چپ کمی متمایل میشه دستتون. به این شکل ببینید دستتون رو میذارین و کمی میچرخونیدش، میچرخونید که یک ذره، حالا این چرخش خیلی نامحسوسه، خیلی کمه، یه ذره به این ور متمایل میشه انگشتتون. خب حالا فرض بگیرید انگشت شما میخواد فرت 3 رو بگیره، روش قرار میگیره، یه ذره متمایل میشه به این ور که سیما رو به سمت پایین فشار بده تا شما بتونید صدای بهتری داشته باشید. پس انگشتتون رو روی این میله فلزی قرار میدید، کمی متمایلش میکنید به سمت چپ. با این انگشتای مابقی، حالا هر آکوردی که بخواید، مثلا مینور بگیری، حالا مینور بالا یا ماژور یا هر آکوردی دیگه که بخواید به راحتی میتونید بگیرید. همونطور که گفتیم پس شست باید کمی بیاد پایین تر که این قسمت اینجا قرار بگیره، شما به راحتی بتونید آکوردهای باره رو بگیرید. و مسئله بعدی اینه که میخوام یه آکورد رو اینجا بزنیم توی فرت مثلا 5. شما همون حالتی که اینجا لا مینور میگرفتیم، خب ببینید لامینور رو که به این شکل میگرفتیم، همینو فقط با انگشت 2، 3 و 4 میگیرید به جای اینکه با 1 و 2 و 3 بگیرید و به همین شکل میایید روی فرت 6 و 7. حالا این انگشت چی کار میکنه؟ این انگشت بارتون رو میگیره به این شکل،
یعنی همون آکوردی که شما اینجا به این شکل گرفتین با انگشت 2 و 3 و 4 میاد رو فرت 6 و 7 و با انگشت یکتون فرت 5 رو میگیرین. چجوری؟ این قسمت نرمتر دست رو میذارین رو فلزی که روی گیتار تعبیه شده و انگشتتون رو کمی به سمت چپ متمایل میکنید. ما به طور کل از آکوردهای سردسته به آکوردهای باره میریم که محدوده آکورد نوازیمون توی گیتار هم بیشتر بشه و کسی نمیتونه منکر این بشه که ممکنه در چند روز اول یا حتی چند هفته اول شما با بارها درگیر باشین، انگشتتون دقیق صاف نمونه، مثلا صداها گز بده، هیچ اشکالی نداره. اصلا شما فکر کنید این یه تمرین در کنار تمرین‌های دیگه دارید میزنید تا یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، 10 روز دیگه آروم آروم خودشو نشون بده. ولی شما به هر حال برای این که بخواید آکوردهای باره رو بزنید، اولین چیز به تمرین احتیاج دارید، یعنی باید اینو تمرین بکنید تا بتونه صدای قشنگی بهتون بده. و مسئله بعد اینه که یه ذره کوچولو صبر و حوصله. وقتی یاد بگیرین دیگه، وقتی میتونید آکوردهای باره رو بزنید، اون موقع دیگه ازش لذت میبرین. چرا؟ چون بیشتر آکوردهایی که شما میبینید، بیشتر آهنگایی که شما میبینید و همش میبینید، همش تو گام مثلا لا مینور یا حالا دو ماژور نیست. چرا؟ چون ممکن تو گامای دیگه باشه و شما مجبور باشی که البته اونا رو هم میشه یه جوری بدون باره گرفت، ولی اونم خودش نیاز به علم خاصی داره که شما شناختتون نسبت به دست گیتار خیلی زیاد باشه. ولی آکوردهای باره توی این داستان خیلی میتونن بهتون کمک کنن و مسیر رو براتون هموار کنن. پس چی شد بچه‌ها؟ شما انگشتتون رو میذارید روی این فلزی که روی گیتار هست و کمی میچرخونید به سمت چپ، یک کما خیلی متمایلش میکنید به این ور، خودش میخوابه روی سیم و باعث میشه که سیم شما عملا از این ور به اینجاش دیگه صدا نداشته باشه، یعنی صداش از اینجا شروع میشه. عملا ما داریم با باره این کارو میکنیم. خب باره رو تمرین بکنید. شاید میگم روزهای اول یه کوچولو سخت باشه براتون، ولی دل سرد نشید. با هم دیگه دوباره انقدر تکرار تمرینش میکنیم که برامون راحت بشه. لایک و سیو و شیر و کامنت یادتون نره بچه ها. به دوستاتون که فکر میکنیم این ویدیوها احتیاج دارن معرفی بکنید و اینکه مثل همیشه برای شرکت گلسون میتونید تو دایرکت پیغام بدین و امیدوارم که موفق باشید.